کانال سخنرانی ها. خب عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیزم. جلسه 25 وجود و زمان رو در خدمت دوستان هستیم با یک جلسه تأخیر و وقفه. صفحه 75، آخر صفحه 75 بحث رسید به تحلیل اجزای مفهوم وجود در عالم یا being in the world design. در ما در تحلیل دوستان یه جوری بشینید که برای دوستانم جا باشه، در تحلیل وجود بینابینی دازاین متوقف شدیم. دازاین چگونه موجودیه و چه مختصاتی داره و چگونه میشه با او مواجه شد؟ این وجود بینابینی در یک مفهوم خیلی بنیادین برای ما توصیف شد که تحت عنوان وجود در عالم از اون یاد شد. در ادامه بحث هایدگر به یک مفهوم کلیدی دیگری در توصیف دازاین رسید که همون مفهوم فکتیسیتی یا در افتادگی، که حالا من ترجمه میکنم در افتادگی، دیگران آقای رشیدیان واقع شدگی ترجمه کردن، بعضی ها واقع بودگی ترجمه کردن. ولی با توجه به توضیحی که در جلسه قبل هم دادم، گفتم که اگر ما به مختصات کلی انسان دقت کنیم میبینیم که انسان به من بعد از انسان یاد میکنم و دازاین رو هست به قرینه معنوی میکنم، لذا هر جا دارم میگم انسان به مثابه دازاین منظوره، نه هر فرد انسانی لزومن. وقتی به مختصات کلی و بنیادین انسان دقت میکنیم، مثل این که کجا چه زمانی در چه شرایطی به دنیا آمده، در چه زمان و مکانی، در چه قومی، در چه تاریخ و زمانی، اموری که انسان خودش رو در اونها پرت شده پیدا میکنه و گویی که هیچ اراده‌ای در انتخاب اونها نداشته و در این حال این امور رو در خودش بالفعل یک وجود حاضری در خودش هم میبینه. یعنی هیچ انسانی خودش رو در خلاء نمیتونه تصور کنه، هر چقدر هم بخواد از گذشته خودش فرار کنه، هر چقدر هم بخواد از این مختصات کلی فرار کنه، باز در حقیقت اینطور نیست و نمیتونه. یعنی من هر چقدر بخوام نادیده بگیرم اینکه در کجا به دنیا آمدم، در چه زمانی و در چه زمانه‌ای به دنیا آمدم، در چه خانواده‌ای، در چه شهر و ملت و کشور و حکومتی و همین مختصات، اینها اموریه که در وضعیت حال اکنون من حضور داره. من حتی اگر بخواهم کشورم رو تغییر بدم، بخواهم زبانم رو تغییر بدم، بخواهم دینم رو تغییر بدم، مذهبم رو تغییر بدم و خیلی از این اموری که بعداً حالا به اونها هم خواهیم پرداخت، اما نمیتونم این حضور این مختصات کلی رو در خودم نفی کنم. و این مختصات کلی بسیار تعیین کننده است در سرنوشت و حیات انسان و انسان هیچ مفری از اینها نداره. توجه به این وضعیت به ما کمک میکنه که این موجود رو، این انسان رو، موجود خاص که اسمش دازاین رو، در یک وضعیت و افق بهتری ببینیم.
خیلی خوشباورانه او رو فعال مایشا تصور نکنیم، خیلی بدبینانه هم نبینیم او رو در حقیقت دست بست و بی اراده هم تصور نکنیم. یک وضعیتی که در خود کلمه دازاین خیلی خوب به این اشاره میشه، وجود بینابینیه. دازاین وجود اینجا آنجاییه، نه اینجاییه نه آنجاییه، همین جاییه همان جاییه. این بینابینی بودن توصیف خوبیه. شاید مترجمینی هم که مثل آقای رشیدیان واقع شدگی ترجمه کردن، یک نگاهی به همین بینابینی بودن دارند. شاید واقع شدگی بهتر از واقع بودگیه. در واقع بودگی یک استاتیکی وجود داره، یک ایستایی وجود داره، اما در واقع شدگی یک پویایی هم حداقل هست. اما خب اون در افتادگی رو این ترجمه ها نشون نمیدن. متن رو بخونیم بریم جلو ببینیم چی میگه دیگه. نخست فقط لازم است تفاوت انتولوژیکی میان در هستن یا در بودن به مثابه اگزیستانسیال و داخل بودگی هستنده ها یا موجودات فرادستی نسبت به یکدیگر را به عنوان یک مقوله مشاهده کنیم. تو همون مثالی که از قوطی کبریت و چیزی که در درون یک قوطیه به عنوان موجود فرادستی ذکر میکنه، میگه اینها رو تحت یک مقوله قرار بدیم. اگر در هستن یا در بودن را بدین گونه تهدید میکنیم، منظورمان انکار هر نوع مکانمندی برای دازاین نیست. ما در توصیف دازاین خب این امکان وجود داره که خیلی به توصیف احوال و موقعیت‌های وجودی و اینها بریم و این تصور ایجاد بشه که دازاین هیچ وجه مکانمندی نداره و یک شبهی از دازاین ما بسازیم که گویی که همه جا هست و یک سیالیتی داره. میگه نه، ما این مکانمندی رو نفی نمی کنیم. این مکانمندی دازاین یک تعین خاصی پیدا میکنه در بدن که حالا در ادامه هم توضیح میده. برعکس، خود دازاین در مکان بودنی مخصوص به خود دارد که اما به نوبه خودش تنها بر پایه یا بر بنیان در جهان بودن یا being in the world به طور کلی ممکن است. یعنی چی؟ خود دازاین در مکان بودنی مخصوص به خودش رو داره. مکان مخصوص دازاین کجاست؟ تنه، بدنه. بدن دازاین مکان مخصوص اوست. یعنی بدن به مثابه یک مکانی که دازاین در اون حضور داره. دازاین رو ما بیرون از بدن نمیتونیم تصور کنیم. تعین داشته باشه. آره، تعین داره در این. بدن میشود به مثابه مکان برای دازاین. از این رو در بودن یا در هستن را همچنین نمیتوان به نحو انتولوژیکی از طریق یک خصلت نمایی انتیکی روشن کرد. به نحوی که مثلا بگوییم در هستن در یک جهان خاصه روحی است. در این توصیفی که از بدن وقتی ما ارائه میدیم، از این مکان خاص دازاین ارائه میدیم، این خطر وجود داره که دازاین به مثابه روح تلقی بشه. گویی یک روحیه در بدن. میخواد از این ما رو پرهیز بده. یعنی این تلقی. هایدگر در وجود و زمان 3-4 جا از کلمه روح استفاده میکنه که بعدها همین دستاویزی میشه برای کسی مثل دریدا که یک حمله خیلی تند و تیزی به هایدگر بکنه. حالا من وارد اون نقد دریدا به این مفهوم روح نمیشم، اما اینجا اجمالا این رو در نظر داشته باشید که هایدگر داره اینجا نفی میکنه، روح رو نفی نمیکنه، دازاین رو به مثابه روح داره نفی میکنه. نمیخواد بگه دازاین آن روحیه که در این جسم یا این بدن قرار داره.
از این سنت در واقع متافیزیکی درباره روح میخواد فاصله بگیره. در یک جهان خاصه روحی است و مکانمندی انسان کیفیتی از بدنمندی اوست که خود همیشه از طریق جسمیت بنیان میشود. بدین ترتیب بار دیگر با مفهوم باهمبودگی فرادستی یک چنین شیء روحانی با یک شیء جسمانی مواجه میشویم. یعنی گویی ما دو تا تو این تلقی که روح رو میخواد تصور کنه، گویی با دو موجود فرادستی به نام روح و جسم، اینا همه توی سنت فلسفه های اسکولاستیک در واقع بیان میشه. روح به مثابه یک موجود فرادستی، جسم و بدن هم به مثابه موجود فرادستی، و اینها داخل روح در داخل این جسمه. این تلقی با بر ما خیلی آشناست در سنت دینی و اسکولاستیک. با این اصلا ما با این مفاهیم بزرگ شدیم، مخصوصا ما که در سنت دینی هستیم. اصلا دوگانه نیست، میخواد بگه تعیینشون در جسم میرسه به اون، ولی در خیلی آروم آروم به ما این التفات رو میده که حواسمون باشه که در دام چنین ترکیب سلام کنم، خیلی خوش آمدید، خیلی ممنون، تشکر. در دام چنین تصور اسکولاستیک نیفتیم، روح در داخل جسم نبینیم. این یه امر روحانی درون یک امر جسمانی، در حالی که وجود موجودی که به این گونه ترکب یافته به راستی تاریک باقی میماند. یعنی حتی تو همین توصیف که روح در درون یک جسمیه، وجود این موجود همچنان در تاریکی باقی میمونه. روح به مثابه یک موجود درون یک موجود دیگری، وجود این موجود چیه؟ همچنان تاریک. فقط فهم در جهان بودن به مثابه ساخت ماهوی دازاین، بصیرت نسبت به مکانمندی اگزیستانسیال دازاین را ممکن می سازد. ما زمانی می تونیم دازاین رو به مثابه یک موجود، در واقع به ماهیت حقیقی دازاین که همون التفات به وجود این موجود باشه، زمانی میتونیم به ماهیتش پی ببریم که او رو در درون این ساختار being in the world ببینیم. یعنی دازاین رو به هیچ وجه نمیتونیم از جهان و عالم منفک کنیم، و دیدن دازاین در این چارچوب این امکان رو برای ما فراهم میکنه که حتی جسم هم برای ما یه توصیف دقیقی پیدا کنه، مفهوم جسم و بدن. برای همین بعد از در واقع هایدگر، ما در سنت پدیدارشناسی یک جریان خیلی قدرتمندی داریم درباره پدیدارشناسی بدن و جسمانیت انسان، که این بدن با ما داره حرف میزنه و بدن برای ما کلی حرف داره، و ما این رو به مثابه یک ظرفی که فقط کلفت و یا نوکر یک روحه نبینیم. این نسبت خیلی سنت افلاطونیه، درست؟ آره، تو اون سنت افلاطونی. این بصیرت، یعنی این بصیرت که ما دازاین رو در عالم ببینیم، مانع میشه از چه چیزی؟ ندیدن یا حتی چشم پوشی قبلی از این ساخت میشود، ساخت being in the world، ساختار وجود در عالم. چشم پوشی که به نه به نحو اونتولوژیکی بلکه به نحو متافیزیکی با این عقیده خام برانگیخته شده است که انسان اولاً شیء روحانی است و ثانیاً در مکانی متمکن می شود. این اندیشه که ادیگر بهش میگه که اندیشه خام متافیزیکیه، این اندیشه اونتولوژیکی نیستش، هستی شناسانه نیست. این اندیشه که روح رو درون جسم فرض میکنه و جسم رو
مرکب روح میدونه، معتقده که این اندیشه هیچ مبنای اونتولوژیکی نداره، مبنای هستی شناسانه نداره. چرا؟ چون اصلا قادر به پرسش این که وجود این موجود، هستی این موجود چیه نیست، برای اینکه اصلا اساسا براش این سوال مطرح نیست. در غایت تفکر الهیاتی یا تئولوژیک یا اسکولاستیک نهایت همینه دیگه، جسم به مثابه چیه؟ مرکب روح. در عالی ترین توصیفی که فیلسوفان متعله یا فیلسوفان اسکولاستیک میدن، که همگی در سنت در حقیقت افلاطونی میاندیشن، ما هیچ این توصیفی داریم. همین الان هم اگر بخوایم یه نظر سنجی بکنیم تو همین جمع، میبینیم اغلب عموم مردم هم حتی، یعنی این ارتباطی خیلی هم به فیلسوفان هم نداره، عموم مردم هم چنین تصوری دارن، جسم مرکب روحه و روح در جسم در واقع سوار شده. این رو داره نفی میکنه، میگه این برساخته سنت متافیزیکیه. در جهان بودن یا being in the world design همیشه پیشا پیش از طریق واقع شدگی یا فکتیسیتی، از طریق واقع شدگی دازاین به شیوه های معینی از در هستن پراکنده یا حتی شرح شرح شده است. دازاین یا انسان به مثابه موجودی که در عالم هست، وجود در عالمه، در کجاها هستش؟ در کافه است، در خانه است، در پدر بودگیه، در استاد بودگیه، در شاگرد بودگیه، در کارمند بودگیه، در همه اینها. همه اینها به مثابه یک مکانه، مکانی که دازاین اونجا چی میشه، خودش رو واقع میکنه، خودش رو در اون موقعیت ها حاضر میکنه. به یک معنا دازاین در همه این مکان ها شرح شرح شده، پاره پاره شده، تکه تکه شده. تکه تکه شده. بعدم میخواد به ما بگه که اگر میخواهیم دازاین رو به طور جامع ببینیم، باید این تکه ها رو جمع کنیم، در کلیتش ببینیم. ولی این تکه تکه شدن و پاره پاره شدن به این معنا میتونه باشه که انسان در هر مولانا هر لحظه به رنگی بوت عیار در آید، هر لحظه به صورتیه، شکل خودش رو داره. جباری که الان در کافه داره وجود و زمان درس میده با جباری که توی اردو با شما بود یکی نیست. اونجا یه بعض خیلی فجیع داشت. حالا دل ما رو بسوزونید. آره بر مبنای سابستنس اونتولوژی باشه، یعنی چی ترجمه میکشه؟ سلام، خوش آمد. اونتولوژی جوهرمدار تفکر متافیزیک غربی که یک ثبوتی قائل بود، ولی اون چیزی که هایدگر میگه ایونت اونتولوژیک یا اونتولوژیکال هست، یعنی یک هستی شناسی بله مثلا واقع، همون گوشودگی گفتی واقع بودگی که این یعنی دقیقاً در تقابل با اون قرار میگیره. البته من از این تعابیر ترجمه انگلیسی استفاده کردم، نمیدونم. نه درست داره. این که ما بتونیم دازاین رو در سیالیتش ببینیم، دازان یک موجود ثابت و ایستایی که نیست، یه سیالیتی در موقعیت‌های مختلف داره. ذات دازاین، ذاتی که همواره در سنت متافیزیکی اشاره به یک ایستایی و یک امر ساکن داره، در نزد هایدگر عین این سیالیت و سیرورته. در دازاین، ذات دازاین، آره، این ذات سنگ اینطور نیست، برای همینی که با روح داد میتونه، آره، یه حیولیه یه جورایی به هر شکل ممکنه در بیاد، آره، بوغلمون صفته. سلطان گفت که جوهر به اصطلاح حرکت جوهری به اصطلاح این شکل بهش اطلاق کرده، این درست نیست؟ قبل از اون
حالا صدر المتعلقین مولا صدر درباره حرکت جوهری، اون چون یه مبنای متفاوتی داره مبنای مولا صدرای، اصلا مبنای در واقع اصلا به کاری به دازاین و وجود این موجود نداره، اون درباره تو همون سنت متافیزیکی داره فکر میکنه و هایدگر هایدگر از اون سنت کاملا فاصله گرفته و داره ما رو به وجود موجود میخواد برسونه و اگر هم از توصیفی از دازاین داره میده برای اینه که در نهایه و علن نهایه ما رو به پرسش از وجود برسونه، چیزی که در ملا صدرا و در همه فیلسوفان اسلامی و مسیحی مفقوده. فرمونی که دازاین تیکه تیکه و پاره پاره و شهر شهر هست، سال برای پیش اومد که در یک سیاره دیگه، یک جای دور دستی که انسان زندگی نمی کنه، اونجا هم دازاین هست؟ نمیدونم، شاید باشه. اگر این توصیفاتی که داره از این موجود میده هر جا پیداش کردید میتونید بهمون بگید، به درستی بهش بگید دازاین. ولی دیگه خیلی وارد این بحثای به این شکل نمیشه که مثلا که حالا آیا کجا میشه اینو پیدا کرده، داره یک توصیف پیدارشناسانه اونتولوژیکی میده. هر در هر زمان و مکانی این موجود یافت شود به درستی او رو میشه دازاین خطاب کرد. از یه طرف هم به خود وجود انسان هم مرتبه چیه؟ اصلا در جایی غیر از وجود انسان نمیشه پیدا کرد. خب در واقع جاهای دیگه که انسان مکان هایی مثل کراجه هایی که چه انسان هنوز ازش خبر نداره یا داره به شکل در واقع به نوعی با همزایی که داره کشف کردی اسمش گذاشته، اونجا اون جاها در واقع مکانهایی هستن که در ردیف هم تیکه تیکه پاره های جای مختلف که مخصوصیم میتونن قرار بگیرن، ولی اونجا انسانی نیست. ولی اونجا یک کافه هست، مدرسه هست، خونه هست، جایی که ما زندگی میکنیم انسان هست. آره، آیا میشه تعمیم داد که این پاره پاره که دازاین مشمول اونجا ها میشه یا که نه اونجا به حد دید کجا ها؟ کجا فکر کنم سیاره خیلی دوردستی که انسان زندگی نمی‌کنه و هنوز کشفش اصلا ببینید دازاین موجودیه که مکان داره دیگه، حالا در هر مکانی قرار بگیره یک پاره ای از خودش رو به ظهور میرسونه. مثلا این که انسان نیست، اصلا ما با اون مکانی که انسان نیست که کاری نداریم، اصلا ما با دازاین کار داریم. یعنی توصیف دازاینه نه مکان. فرمونی که دازاین شهر شهر و پاره پاره است، این پاره بودنش به خاطر موقعیت‌های مختلفه. یعنی وقتی که همین دازاین در کره ماه میره حاضر میشه و یا در صف نونوایی وای میسته، میگن خب اینا تجربه شده است. آره، اون بخشی که تجربه نشده اون خیلی اونجا میتونه باز یه توصیفی از دازاین باشه. یعنی دازاین یه روزی سفر میکنه به مریخ، بره به کرات کهکشانهای دیگر، همچنان دازاینه که داره خودش رو پیش میبره و محقق میکنه. این فهم موقعیت‌های دازاین که به مسابه دازاین اصلا به مسابه موقعیت و امکان به ما این التفات رو میده که دازاین رو در کلیتش ببینیم. دازاین فقط اونی نیستش که فرمودونی که دازاین همه چیز رو در خودش داره. درسته؟ دازاین همه چیز رو در خودش داره به این ترتیب و به این شکل. این عبارت رو استغفار میکنم از خدا اگر اینطور گفته باشه. نه برداشت. آره، ولی خب میشه به هر حال به نحوی هم بالقوه اینطور توصیف کرد از دازاین دیگه. دازاین اون موجودیه که در همه امکانها میتونه سیر کنه، ولی خب یک دازاینی در یک سری امکانها، دازاین دیگری در امکانهای دیگری، ولی این دازاینه که میتواند، دیگر موجودات نیستن، فقط دازاینه که میتواند در همه امکانها سیر کنه و بشود کون جامع یا انسان کامل یا هر چیزی که اسمش رو بگذاریم. خب تا
هایدگر که به دنبال انسان کامل نبوده درست؟ نه اصلا بحث انسان کامل بحث شاید به این منظوری که مثلا انسانی که در حد شریعه سفر به مریخه ولی هنوز انجام نشده یا اون حد شه معنای حضور فرازمینی هستش یه جهانی محسوب میشه یا چی؟ طرحی داره برای طرح اندازی خودش در حقیقت دازان که میره به مریخ داره خودش رو طرح اندازی میکنه داره پیش میبره خودش رو یعنی اصلا فرقی نمیکنه دازان اینجا بره تا شابد العظیم یا بره کره مریخ یعنی همواره داره خودش رو پیش میبره و خودش رو محقق میکنه کثرت این گونه شیوه های در هستن یا در بودن به عنوان نمونه با مثال های زیر مشخص می شود با چیزی کار داشتن چیزی را تولید کردن مواظب و مراقب چیزی بودن به کار بردن چیزی چیزی را ترک و به حال خود رها کردن بر عهده گرفتن به انجام رساندن جویا شدن پرسجو کردن نظر کردن گفتگو کردن تعیین کردن و غیره نوع هستی همه این شیوه های در هستن دل مشغولی یا حالا به تعبیر حالا انگلیسیش کانسرن یا آلمانیش بی سورگن این که من دل مشغولی که حالا ایشون دل مشغولی آورده به نظرم هم باید گذاشت یک هم میداره هم و غم که میگیم ما دغدغه هم میشه گفت یعنی یک در واقع خودش رو با چیزهایی مشغول میکنه و در این مشغول بودن با امور مختلف و به طور کلی با دیگری این امکان برای خودش پیش میاره که در امکانهای مختلف سیر کنه اگر اون انسانی که هیچ دل مشغولی نداشته باشه چی میشه؟ میمیره یعنی مرگ اون نقطه‌ایه که انسان دیگه هیچ دل مشغولی نداره و به میزانی که دل مشغولی انسان کم میشه انسان وجود رو به مرگ میشه و رو به مرگ داره آره اون رو هایدگر یه جور دیگه ای توضیح میده خیلی سعی میکنه که اونو با این چیزی که الان داره میگه تفاوت بگذاره داساین همون جوهری هستش که ملاصده تریم نه 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 در میان شیوه های دل مشغولی وجوه ناقص مثل شانه خالی کردن یعنی اون وجوه سلبی نادیده گرفتن چشم پوشی کردن تناسایی کردن نیز وجود دارد یعنی دل مشغولی همواره دل مشغولی از جنس ایجاب نیستش وقتی که تلفن یکی رو جواب نمیدی این خودش یه نوع دل مشغولی از نظر دیگه آره که از حیث امکانات دل مشغولی در حد اقل ممکنه آره پس ببینید این توضیحی که اینجا داره میگه خیلی مهم از این جهت که دل مشغولی رو به مثابه یک امر روانشناختی نبینیم میخواد بگه این اهتمام این هم و غمی که دازاین داره مسئله وجودی اونتولوژیکه مسئله روانشناختی نیست برای همین حتی اگه چیز رو کنار بذاره تلفن جواب نده نمیدونم تناسایی کنه تنبلی کنه دراز بکشه بخوابه نمیدونم ول کنه خودشو شل بکنه هر کاری بکنه این یک نحوه‌ای از دل مشغولی هست یه بودش آره این از این جهت که خیلی این امکان وجود داره این کار اتفاق افتاده خیلی ها یه تفسیر روانشناختی از این مفهوم کردن از این مفهوم کانسرن هایدگر فکر کردن انسان ذهنش به لحاظ ذهنی یا به لحاظ قلبی به لحاظ روحی مشغول چیزیه نه وجود دازاین وجود انسان عین همین دل مشغولیه چه در وجه ناقصش که مثالاشو گفتیم و داریم مثالاش رو
و چه در وجه ایجابیش همواره اصلا بودنش همینه، این نحوه بودنشه. عنوان کانسرن یا دلمشغولی بدون دلالت پیشا علمی خود را دارد و می تواند به معنای اجرا کردن چیزی، فیصله دادن کاری، روبراه کردن آن باشد. اینکه میگه بدون دلالت پیشا علمی داره، این پیشا علمی به طور مستقیم میخواد بگه پیشا سایکولوژیکه، یعنی به هیچ وجه این مفهوم رو نبرید توی یه مسئله روانی و ذهنی و اینها. این اصطلاح همچنین میتواند به معنای دلمشغول بودن به چیزی برای خود، به معنای چیزی برای خود فراهم آوردن باشد. یعنی میتونه وجوه روانشناختی هم داشته باشه، اما فقط این نیستش. ما همچنین این اصطلاح را با چرخشی خصلت نما در بیان به صورت دل مشغول آنم که مبادا کار به سرانجام نرسد به کار میبریم. دل مشغول بودن در اینجا چیزی همچون دلواپسی معنا میدهد. برخلاف این دلالت‌های پیشا علمی و اونتیکی، اصطلاح دل مشغولی در پژوهش‌های آتی به عنوان اصطلاحی اونتولوژیکی به مثابه نشانه وجود یک در جهان بودن ممکن به کار خواهد رفت. این ما در ادامه کتاب دل مشغولی رو به مثابه یک امر اونتولوژیکی و اگزیستانسیال و وجودی خواهیم دید، نه یک امر روانشناختی یا اون تیکی. حالا تو ادامه بریم روشن‌تر میشه. برگزیدن این عنوان بدین سبب نیست که دازاین در وهله اول و در مقیاسی گسترده اهل اقتصاد و عمل است، بلکه بدین سبب است که هستی خود دازاین باید به مثابه پروا یا اهتمام مشهود شود. هستی خود دازاین عین کر یا سرگه یا اهتمام یا پرواز، این هستیش، این دازاین در هستی خودش اهتمام به بودن داره، اهتمام به بودن در جهان داره. این اهتمام، این مفهوم پروا که حالا کر رو آیه رشیدیان پروا ترجمه کرده، این از مفاهیم کلیدی ایده است که ما در ادامه به توصیف همین مفاهیم خواهیم پرداخت که پروا نزد ایدگر چیه، دلمشغولی چیه، و هی سعی خواهد کرد که اینها رو به وجه اونتولوژیکی به ما نشون بده، چون همین مفاهیم رو ما بیرون از فضای اونتولوژیکی هم سراغ داریم دیگه. میگه فلانی پروای نمیدونم دلار داره، نگران قیمت دلاره، اون یکی پروای شهرت داره، یکی پروای قدرت داره، یکی هر کی پروای مردن، مرگ نه. هایدگر میخواد بگی که این چیزی که من دارم از پروا میگم اینها نیست، بلکه چیزیه که اینها از اون تغذیه میشن. یعنی اگر شما پروای دلار داری، اگر شما پروای نمیدونم مردن داری، نه مرگ، بعد در اون فصلی که به مرگ برسیم هایدگر دو تا مفهوم رو از هم جدا میکنه، مردن و مرگ رو، و نشون میده به ما که پروایی که شما در امور اونتیکی یا هستانه یا موجود انگار، اونتیک رو من هستانه ترجمه میکنم ولی معمولا مترجما اونتیکی رو ترجمه نمیکنن، اونتیک میارن، اون وجه موجود انگارانه، نه وجود، هستی و وجود کاری نداره بلکه موجود انگاران است. تمام اهتمام ها، پرواهای شما در ساحت اونتیک، پرواه دلار و پرواه نمیدونم مد و پرواه نمیدونم وای خط چشم خراب شد و وای فلان شد، این پرواها همه از جنس چیه؟ اونتیکیه دیگه. بعدا
وقتی که اون مفهوم اگزیستانسیال و اونتولوژیکی پروا رو به ما نشون میده، ما اونجا میبینیم که اتفاقا همین پرواهای اونتیکی ریشه در اون پروا داره و ما وقتی با اون آشنا بشیم به درستی میتونیم با این پروا و با این دلمشغولی ها هم، دلمشغولی های اونتیکی هم آشنا بشیم و بعد اونجا حالا چه امکانی فراهم میشه که چجوری باشون مواجه بشیم. این رو آره اینو توی کلاس در این بخش اونتیکیش رو من تو کلاس دازاین کاوی بیشتر کار دارم، اینجا بیشتر به بچه اونتولوژیکی کار داریم و اگر یه مقدار کلاس خیلی تیوریک و نظریه دیگه به بزرگیتون ببخشید چیزای انزمامیش تو اون یکی کلاسه. آره یه سفر بیان درست ببخشید اگه این دل مشغولی ها نباشه مطابق کنم اگه بعد اون قسمت آرامش رو چجوری تعریف می‌کنید؟ کدوم آرامش؟ حالا چیزی که می‌خواید مثلا فرض کنید که می‌خواید آرامش بزنید در زمان کم باشه، این دل مشغولی. اون اصلا هیچ دیگه اون کاری نداره. این دل مشغولی که میگه اصلا اون نیست که در مقابل آرامش می‌خواد قرار بگیره. این دل مشغولی که هیچ دیگه داره میگه حتی موقعی شما آرامش هم دارید دل مشغولید. یعنی اون چیزی که هیچ دیگه در مورد دل مشغولی میگه شامل خود آرامش و غیر آرامش و نمی‌دونم همه سکوت آرامش داره. آره دیگه دیدید دیگه همه مردم دنبال آرامشن. آقا چیکار کنیم یه آرامش پیدا کنیم؟ همه دنبالشن. همه اینو دارن دیگه. آره. دغدغه آرامش دارن. و نمیرسن. آقا خواب شده. آره. به قول مولانا جمله بیقراریت در طلب قرار توست، عاشق بیقرار شد تا که قرار آیدت. این خلاصه حرف آخر اول آخره، ولی حالا فعلا این حرف من رو داخل پرانتز بشنوید. سلام. خب این اصطلاح یعنی اصطلاح کر یا پروا نیز به نوبه خود باید به مثابه یک مفهوم ساختی اونتولوژیکی فهمیده شود. پروار هم مبادا باز به مثابه امر اونتیکی یا سایکولوژیک بفهمید. این اصطلاح هیچ ربطی به مشقت، غصه یا غم زندگی که به نحو اونتیکی پیشاپیش در هر دازاینی قابل یافتنن ندارد. دیگه از این واضح‌تر دیگه تأکید بکنیم پروا رو با غم زندگی و غصه و اینا، اینها نیز همانند زدهایشان نظیر بیغمی و بیخیالی و آرامش و فلان از نظر اونتیکی فقط به این دلیل ممکنند که دازاین اگر به نحو اونتولوژیکی فهمیده شود پرواست. دازاین اگر به نحو هستی شناختیش دیده بشه این پرواست، خودش پرواست. در هر حالتی که باشه، چه در طلب قرار باشه چه بیقرار باشه، چه اهتمام به لهو و لعب داشته باشه چه اهتمام به سلوک و ریاضت و زهد داشته باشه، در همه حال این وضعیت دازاین. چون در جهان بودن ماهیتاً به دازاین تعلق دارد، به سوی جهان هستنش ماهیتاً دلمشغولی است. برای اینکه اصلا در توصیفی که از وجود در عالم داریم، وجود در عالم عین دلمشغولی و عین پرواز. مثال ساده بزنم، آیا شما میتونید بپرید توی استخر، بپرید توی دریا و تر نشید؟ بودن در دریا، بودن در آب عین تربودگیه، بودن در عالم عین اهتمام، عین هم و پرواز. یعنی بودن در عالم یک چنین ذاتی داره. یعنی از اون برم که ما انسان بی عالم که نداریم، انسان از اون جهت که عالم داره انسان دیگه. خوزو شما بشه بداتو بشه. در هستن یا بودن بنابر آنچه گفته شد
خاصه ای نیست که دازاین گاه آن را داشته و گاه نداشته باشد و بدون آن بتواند به همان خوبی باشد که با آن بود. چون این نیست که انسان هست و آنگاه مازاد بر آن رابطه وجودی به سوی جهان پیدا میکنه. اینطور نیست. یعنی انسان اول هست میشه و بعد یه رابطه با جهان داره که گهگاه آن را برای خود فراهم میآورد. دازاین هرگز در وهله اول موجودی گویی فارغ از در بودن نیست که گهگاه هوس پذیرش رابطه‌ای با جهان داشته باشد. هوس کنه که حالا بیاد از غار بیاد پایین، از کوه بیاد پایین و در جهان و با آدم‌ها باشه. حتی اون دازاینی که در غار میره و در خلوت خودشه، او هم جهانی داره در عالمه و او هم دل مشغولی داره و او هم اهتمام داره و او هم پروا داره. این تقویم پذیرش چنین روابطی با جهان تنها از آن رو ممکن است که دازاین به مثابه بینگ این د ولد است که همانیست که هست. سخت شد؟ یعنی شما این نحوه این توصیف از دازاین رو تنها چی؟ کجا میتونید ببینید؟ پذیرش چنین روابطی با جهان، یعنی اگر شما در این عالم تصمیم میگیرید ارتباط پیدا کنید، رابطه پیدا کنید با دازاین های دیگر، با اشیا، با چیزها و امور، این از اون جهت ممکنه که شما از پیش موجود رابط هستید، موجود ارتباطی هستید اصلا، یعنی در جهان بودنید. یعنی اون اینجا در حقیقت میخواد بگه که در جهان بودن به مثابه امکان استعلایی برای همین ارتباط گیری. این اگه من میتونم با یه نفر دوست بشم، رابطه بگیرم با آدمها، با چیزها، با اشیا، این خاطر اینکه در جهان هستم، در جهان دارم و بدون اون همین ارتباط گیری ها هم ناممکن بود و غیر ممکن بود. یعنی همه امور اونتیکی، امور سایکولوژیک، امور اجتماعی، امور جامعه شناختی، همه اینها امکانش رو از این امر اونتولوژیک میگیره و اگر این نبود اون هم نبود. این تقویم هستی به هیچ وجه ناشی از این نیست که بیرون از موجودی با خصلت دازاین یک موجود فرادستی دیگری هست که با دازاین تلاقی می کند. فرادستی الان میگم این تقویم هستی به هیچ وجه ناشی از این نیست که بیرون از موجودی با خصلت دازاین یه موجود دیگری هست که با دازاین تلاقی می کند. این موجود فقط تا جایی میتواند با دازاین تلاقی کند که به طور کلی بتواند در درون یک جهان خودش را نشان دهد. این جمله خیلی مهمه. این عبارت رو من بذارید یه مقدار دربارش صحبت کنم. ما اگر که یک توصیفی از دازاین داریم ارائه میدیم که میگیم بودن در عالم یا being in the world توصیف ذاتی این موجوده به نام دازاین، این رو به هیچ وجه نباید اینطور تصور کنیم و تفسیر کنیم که دازاین در این عالم با ارتباط با دیگرها و دیگران، حالا دیگران اهم از انسان‌های دیگر یا چیزهای دیگر، میتونه چیکار کنه؟ اون خصلت‌های وجودی خودش رو آشکار کنه. به این شکل نیستش، بلکه این موجود در ارتباط
با دازاین ها و دیگر موجودات کمک میکنه به ظهور هستی. بین ما دو تا تلقی رو دارم الان میخوام به شما توضیح بدم. یه تلقی اینه که انسان در ارتباط با انسانهای دیگر ویژگی خودش رو آشکار میکنه، اینطور نیست؟ یعنی مثلا ما میریم یک سفری، اونجا در اون سفر در اون ارتباط شما یک وجوهی از شخصیت همدیگر رو کشف میکنید و آشکار میشه. هدیه میخواد بگه این نیست، نه اینکه اینو نفی بکنه، میخواد بگه چیزی دیگری هست. در هر ارتباطی و در هر تلاقی آنچه که آشکار میشه هستیه، هستی داره آشکار میشه، و چون هستی آشکار میشه در ذیلش شخصیت و نمیدونم احوال و نمیدونم ویژگی‌های فردی ما هم آشکار میشه. این ظهور هستی در ارتباط انسان‌ها برای هایدگر مهمه، یعنی در ارتباط انسان‌ها چیزی غیر از، یعنی چیزی، اگر این کلمه درست باشه، چیزی فراتر از شخصیت و نمیدونم ویژگی‌های خصلت‌های فردی یا شخصی آشکار میشه. نه، چیزی فراتر از این هاست، هستی در آشکار میشه. واقعا هم همینطوره دیگه، اینطور نیست؟ یعنی اگر در نگاه اونتولوژیکی قرار بگیریم، اگر یک نفر برفرض مثلا یک نفر به من بیمهری میکنه، تلفن منو جواب نمیده، بعد این من اگر نگاه اونتیکی داشته باشم میگم خیلی خوب دیگه، این آدم ذات و ماهیت خودش رو آشکار کرد. اما اگر نگاه اونتولوژیکی داشته باشم میگم اینجا هستی داره آشکار میشه، هستی داره خودش رو به یک نحو دیگری برای من آشکار میکنه. اون وقت در ظهور هستی به نحوی دیگر، به نحوی غیر از اون چیزی که من انتظار دارم، یعنی ما همواره انتظار داریم که من زنگ میذارم جواب بده دیگه، اما وقتی که به نحو دیگر و غیر از آنچه که من انتظار دارم آشکار میشه، من با ظهور چیزی دیگر دارم مواجه میشم. یعنی هستی به گونه دیگر داره خودش رو آشکار میکنه. برای همینه که در نگاه اونتولوژیکی آدم از، خب این که میگم سخت واقعا، ولی ممکنه چون شده، در نگاه اونتولوژیکی آدم از غم و شادی فارغ میشه. خیلی حالا باز اگه من رو چیز نکنه، دست اینا رو باز، همینجوریش آره، میگه غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد. حالا اینجا عارف رو بگیرید، همون نگاه اونتولوژیکی، کسی که ظهور هستی رو در موجودات و اشیا میبینه، برای او دیگه غم و شادی تفاوتی نداره، چون در هر حالتش هستی داره ظهور میکنه. هاینگر وقتی به تاریخ نگاه میکنه، یعنی تخریب تاریخ وجود شناسی که داره، انگار اونطور که واتردگو نوافت روزی بوده، برای هر دوره‌ای دقیقا همین از تعبیر، حالا ترجمه این تعبیر استفاده شده که قاعد برای اینه که وجود توی خودش رو به ظهور میرسونه. آره دیگه، اتوار و ادوار وجود دیگه، یعنی در هر پیش سقراطی همین، بله، یه وجود وجودشون قرار ظهور به زبان عربی رو، آره، بله، چی پذیرش میشه، همین نگاهی که گفتید مثلا هستی خودش رو یه جور دیگه میخواد بروز بده، خب از طرف ما اون پذیرش میشه، نه حالا میتونه نشه، یکی میتونه، آره آره، ببین یکی چیزی که هست، نه میتونه اصلا یکی پذیرش نکنه، یعنی بپذیره که اون چه خوبه، کی بپذیره، کی بپذیره، میتونه نپذیره، میتونه مثل من شمر زلجوشم باشه، یک ظهور هستی بزنه یارو رو ناکارش کنه، هر دو بچش بچه ظهوره، بله،
آلمانی که زنگ نزده و امان همونی که بله بله دقیقا. وقتی آدم به این وجه با این نگاه میبینه، اون وقت میبینه که آره عرفان هم مثلا میگن که زهور صفت جباریه، ولی همه اینا ارجاع میشه به چی؟ ذات دیگه. یعنی اونی که نگاه در واقع وجود شناسانه داره، خیر و شر رو نمیدونم جمال و جلال و همین اسماء متقابله رو ارجاع میده به یک ذات. آره و میتونه ارجاع میده نه به لحاظ تیوریکالا بلکه به لحاظ در واقع اگزیستانسیاله. یعنی میتونه در همین موجود که یه امر جزئی اون کل رو ببینه، دیدن کل در امر جزئی قایته در نهایت بتونه یا حزم مثلا. آره ولی این پذیر آخه نه، من چرا هی از این میخوام از شما خانوما فاصله بگیرم از این دوتا مفهومی که دارید میگید، چون این پذیرش خیلی میبره ما رو به ساعت اخلاق عملی و حالا بیاییم حالا. نه علی فعلا داره توصیف میکنه، هیچ دعوتی نه، چون یه وجه هنجاری میده بهش. یعنی اگه کسی پذیرش نکنه پس بده، اونی که پذیرش میکنه خوبه. نه کاری به اینا نداره، داره فعلا توصیف میکنه برای ما این نگاه رو، اون دیگه حالا به اختیار هر کسی که خودش. ولی از دست خانم فرار نه، از دست این دوتا مفهومی که خانم گفتن نه عینا مفرش آزینامه خب این سخن بسیار رایج امروزه که انسان جهان پیرامونیش را دارد، این یه مفهوم خیلی دم دستی امروزی است. سلام سعید جان. انسان جهان پیرامونیش را دارد، هر کسی جهان پیرامون خودش را داره ها. مادام که این داشتن نامتعین بماند، از حیث انتولوژیکی گویای هیچ چیزی نیست. خاطرتون هست در الان نامتعین ما دیگه به زبون لوری چی میشه؟ معنی نامتعین یعنی باید انضمامی باشه، ملموس باشه، حدود و ثغورش معلوم باشه، کلی نباشه، باید متعین باشه در دقیق. ببینید اگه خاطرتون باشه من توی دازان کاویه مثالی زدم درباره داشتن، یه جمله نوشتم گفتم که من اضطراب دارم. برای هایدگر کدوم وجه کدوم کلمه تو این جمله مهمه؟ دارمه، داشتن مهمه. الان اینجا داره این داشت درباره این داشتن حرف میزنه. داشتن از حیث امکانش در تقویم اگزیستانسیال در بودن بنیان گرفته است. یعنی داشتن چیزی چطور ممکنه؟ چطور میتوان چیزی رو داشت؟ جز این که در عالمی باشی، حضور داشته باشی. داشتن چیزی، شما میتوانید پول داشته باشید بدونی که در جهان پول، بدونی که نباشید، بدون بودن در جهان پول. داشتن همواره متکی به، یعنی ابتناء بر این مفهوم در بودن، بودن در چیزی داره. یعنی اگر شما میگید من اضطراب دارم، یعنی در چیزی هستید، در جایی تقرر دارید، در جایی قرار دارید. اون قرار شما، بودن شما، نحوه حضور شما در اون موقعیت که بعد حالا تفصیلش رو اگه بخوایم بگیم، میگیم اون زیست جهان شما، اون جهانی که جهان زیسته شما، اون رو باید مختصاتش رو معلوم کنیم، متعینش کنیم. بله بله داره. چون دازاین ماهیتاً چنین موجودی است، یعنی موجودی است که در هستن ماهیتاً شیوه هستی اوست. یعنی در بودن، بودن در، این در واقع ترجمه دقیق‌تر روشن‌ترش اینجوریه، بودن در، بودن بینگ
این در هستم ترجمه بینگ اینه، بودن در شیوه هستی اوست. شیوه هستی اوست خیلی کلمه خوبیه، شیوه هستی اوست. دقت کنید به این جمله، شیوه هستی اوست. یعنی چی؟ یه بیت از آقای معارف بخونم. میگو افسون هستی ما افسانه بود معارف، دلدار شیوهی کرد پنداشتیم هستیم. شیوه، شیوه کردن از این کلماتی که ما امروز به کار نمیبریم خیلی. آره، دلدار شیوهی کرد، شیوه هستیه نه شیوه من و شما، ها؟ که ما رو انتخاب کرده که از طریق ما اینجوری رو داده. آره دیگه، این شیوه هستیه. پس ما این انتخاب وجود نداشته. ما وسیله نه خیلی غم انگیز ها. اما شیوه هستی اوست، هستی دازاینه، شیوه هستی دازاینه، شیوه وجود دازاینه. به کلمات نگاه کنید، خیلی چیز نه، ببینید این کلمات خیلی خوبه، خود کلمات فکر کنید. شیوه هستی دازاین، شیوه وجود دازاینه، شیوه وجوده، شیوه ما نیست، شیوه وجود، ولی این وجود وجود ماست. آره. آره. نه واقع این هست دیگه، وجود ماست دیگه. میتواند چون دازاین ماهیتاً چون این هستنده است، چون این موجودی است که میتواند هستندی تلاقی شده در جهان پیرامونی را آشکارا کشف کند، همانطور که میتواند آن را بشناسد، بر آن دست یابد و جهان داشته باشد. یه بار دیگر قسمت هستند دازاین، دازاین ماهیتاً چون این موجودی است که میتواند موجودی تلاقی شده در جهان پیرامونی را آشکارا کشف کند، همانطور که میتواند آن را بشناسد، همانطور که میتواند بران دست یابد، بران سلطه پیدا کند، بران سیطره پیدا کند و جهان داشته باشد. او را کشف کند یعنی در ساحت زبان کشف کند، اما از زبان در... آره دیگه، چون چیزی غیر از زبان نیست، ولی در سطوح نازلش هم هست. موجود رو در تلاقی با در این جهان، در تلاقی با موجودات دیگر، هم موجودات دیگر رو کشف کنه و هم براشون سلطه پیدا کنه، سیطره پیدا کنه. روی کارت‌های مختلفه دیگه، یک بار یکی فقط کشف میکنه، یک بار یکی میخواد فقط بشناسه، یک بار یکی میخواد سلطه پیدا کنه. وجود طرف مقابل نمیتونه کشف کنه، اون بحثش جداست که میتونه یا نه، ولی مسئله اینه که این بودن در ماهیت دازاین به مثابه موجودی که ارتباط داره در تلاقی با موجودات دیگره، این گونه هست یا اینجوری میشه یا اونجوری میشه، یا سعی در سلطه داره یا سعی در مفاهمه داره یا سعی در مطالعه داره. یکی سعی میکنه فقط مطالعه کنه عالم رو، آدم ها رو مطالعه کنه، یکی سعی داره بر آدم ها سلطه پیدا کنه. اینها همه نحوه هایی و شیوه هایی از هستیه. نکته اینه همه اینها ها؟ چند تا گزینه دارید مطرح کرده؟ اینجا مثال زده، شما گزینه های متعدد میتونید بزنید. شناختن هست نه، نمیخواد فعلا ارزش گذاری کنه، میگه همه اینها شیوه های از هستیه. آره، یعنی اونی که دنبه دنبال سیطره بر موجوداته، اون همون قدر شیوه هستی است که اونی که به دنبال کشفه. دنبال تفاوت شیوه هاشون، اینها همه شیوه های خود هستیه دیگه. یعنی هستی به مثابه یک امر توپوری که همه ماهیات رو میتونه ظاهر کنه. یعنی این اینا اصلا ما داریم در واقع همه اینها داره ما رو میپره به سمت اون هستی و وجود دیگه، که این وجود چیه که لامصب همه شیوه ها رو داره، هر شیوه ای که بگید داره.
در یک شیوه محدود نمیشه، خودش رو در یک شیوه ظاهر نمی کنه. نسبت به همه شون هم هستی هستیش فرقی برش هم میخوام بدارم تفاوت این دازایی ها از کجا میاد؟ از خود هستیه دیگه، یعنی هستیه که این کسرت رو ایجاب میکنه، چیزی غیر از هستی به هر نظر متمادله میکنه. آره به هر نظر این داره خدا ببخش ما رو خیلی عرفانی شد این جلسه. خب از کجا معلوم که اینا همه یه چیز هستن؟ شاید واقعا مثل خدایان یونان چند تا خدا هم که دارن با هم جنگن. کی کجا چی داستان چیه چی شد کجا رفتی؟ یعنی منظور اینه مثلا خیریه خدا داره، شریه خدا داره، ولی شما خدا اصلا کاری نداره، اصلا دیگه بی خداست، با خدا کار داره، با هستی کار داره. منشأ اصلا می از کجا من حرف هایدگر درست هستی رو داره از یک ذات. آ دیگه بعدی اینه که جلسه 25 میای همینه دیگه. آره تنبیهت که اون 24 تا رو گوش بدی. خدا کجاست؟ خدا نیست. سفرم نمیاد آره. تازه آره سفرم نمیاد. الان نه یعنی با این حساب مثلا کوچیکه یک شیوه از هستیه. بله همه چیز شمر همونقدر شیوه ای از هستی است که امام حسینشه. نمیتونم هر من این معنی تفاوتش رو نفهمیدم از کجا. تفاوت نداره؟ داره. بله میگم که این تفاوت رو از کجا قرب ریشش کجا هستی است؟ از هستیه. از میدونم هستیه. هستیه. هستیه چرا مواجهه با... انسان ها منظورشونه؟ خودش حرف بزن چی؟ آخه کمکم نه نه خوبه. نه خودت باید بگی این هستیه چرا تفاوت این هستیه که هر کسی نه این هستیه نه اینا که موجودن اینا هستی نیستن اینا موجودن. آه ببینید شما واقعا همینه دیگه چون 20 جلسه این بحث ببینید اینا موجودن ما دیگه داره از وجود حرف میزنه. این موجودات شیوه های از وجود هست. شیوه های وجود هست. حالا سوال تو یه بار دیگه با این توضیحی که دادم بگو. تمام موجود داره نگاه میکنه. حالا یه بار دیگه دوباره با این توضیحی که دادم سوال بپرس. ببینم سوالی داری. ما در این درباره وجود حرف میزنیم. نه درباره موجود. موجودات رو کاری نداره. میشه اونجوری هم تفسیرش کرد. آره چون تو عرفان اسلامی اینا رو شنیدیم مثلا هی بخواییم یک چیزی از اینا نقض کنن و شما داریم مثلا از زبان آلمانی ها همون رو بگیدیم. بخواییم به اصطلاح جوهر عرفان قرار به همون معنای ماهیت هستش دیگه. ولی کدوم جوهر؟ جوهری که مولا صدرات کاری به اون نداریم. میدونم بحث ما نیست. نه تو مولا صدرات به معنی ماهیت نیست جوهر. اما ماهیت ما همین به صلاح داساین ما هستش. داساینی که تعریف کردید همون ماهیت هستش. ولی غیر از اینه میتونیم اینجوری مسامحتن مسامحتن من فکر میکرم پس جوهر مناسبه چه فرقی با ماهیت داره؟ برای ما سوال شده من جوهر فکر نه اون سوال آره نه اون اصلا ما رو پرت میکنه به یه سنت دیگه ای خیلی بالاخره یه چیزی که ما تو ادبیات ما خیلی جا افتاده که من یه 10 دقیقه آخر کلاس اونو توضیح میدم. آره این از این هایدگر پرت نشیم بیرون. سخن گفتن از داشتن جهانی پیرامونی که از نظر اونتیکی پیش پا افتاده است از نظر اونتولوژیکی یک مسئله است. حالا آن مستلزم چیز دیگری نیست مگر اینکه نخست وجود دازاین از حیث اونتولوژیکی به قدر کافی تعیین شود. یعنی وقتی که ما میگیم جهان پیرامونی این به نظر خیلی ساده میاد چون خیلی به کار میبریم در زبان روزمره، ولی باید التفات داشته باشیم که این امر صادق یه مسئله خیلی جدی رو در خودش داره ولی ما ازش غافلیم و اون مسئله جدی همین بودن در عالم یا being in the world. اگر زیست شناسی دوباره و به خصوص از زمان فون بر که یه زیست شناس بوده از این تقویم وجودی استفاده می کند نباید نتیجه گرفت که کاربرد فلسفی آن نیز مبتنی بر اصالت زیست شناسی باشد، زیرا حتی زیست شناسی نیز به عنوان دانش تحصیلی یا پوزیتیویستی
هرگز نمیتواند این ساخت را بیابد و تعیین کند، بلکه باید آن را پیش فرض بگیرد و دائما از آن استفاده کند. یعنی حتی توی علم زیست شناسی وقتی که از جهان پیرامونی حرف میزنیم، اون توان این رو نداره که در مفهوم جهان تأمل کنه، پیش فرض میگیره، مجبور اون رو به عنوان یک مفهوم پیش فرضی بپذیره. اون کسی که باید تأمل کنه در مفهوم عالم یا جهان، وظیفه فلسفه است. فقط اما خود این ساخت نیز به مثابه شرط پیشین ابژه هایی که موضوع زیستشناسی هستند، فقط به شرطی میتواند به نحو فلسفی تبیین شود که قبلا به ساختی از دازاین درک شده باشد. یعنی شما حتی جهان رو هم وقتی حالا میخواید تأمل کنید، باید جهان رو به مثابه یک ساخت از ساختار دازاین ببینید. اگر از دازاین بیرون بخواید ببینید، کجا میخواید این رو ببینید؟ چطور میخواید این رو کشف کنید، دازاین رو، جهان رو، مگر اینکه در ساخت وجود دازاین ببینید؟ یعنی شما اگر جهان رو نتونید در خودتون ببینید، زبونه دارم سادش، خیلی خیلی دارم دیگه سادش میکنم، هایدگر از سر تفسیراتمون بگذره، شما اگر جهان رو در خودتون کشف نکنید، در کجا میخواید کشف کنید؟ با سفر به مثلا پاتایا، نمیدونم آمریکا، کجا میخواید جهان رو کجا میخواید کشف کنید؟ برید از کره مریخ به جهان نگاه کنید، اونجایی که ایستادی کجاست؟ هر جایی برید جایی ندارید برید. جهان رو ابتدا باید در خودتون کشف کنید، نه به معنای ذهنی و درونی و این چیزایی که گفتیم، بلکه به معنایی که داره توصیفی که از دازاین داره ارائه میده. یعنی وقتی که شما وقت و زمان رو وقتی که احوال خوشی دارید، مثل برق و باد میگذره، حس نمی کنید. اگر وقتی که دارید با نمیدونم دوستتون، معشوقتون دارید صحبت میکنید، 4 ساعت صحبت کنید، میبینید که انگار به 5 دقیقه هم گذشته، این دریافتی که شما از وقت دارید، این دریافتی که از اون مکان دارید، اون مکان برای شما مقدس‌ترین مکان میشه. این یافتی که شما از زمان و مکان دارید، به همین ترتیب یک یافتی از جهان باید داشته باشید. جهانی که دازاین دریافت میکنه در خودش، این در رو باز تأکید میکنم به معنای در ذهنی، در نمیدونم روحی و اینا نبینید، دازاین در کلیتش، در این توصیفی که داره ارائه میده، جهان رو در جایی بیرون از دازاین نمیتونیم دریافت کنیم. جهان همبسته دازاینه و دازاین همبسته جهانه. اگر زبان اجازه میداد به ما، میگفتیم دازاین همان جهان است و جهان همان دازاین است. یا همبازی با خود هستی، یعنی دیگه جدا شدگی که دازاین داره از هستی به این حالت وحدت میرسه. میتونه اون زمان رو خیلی مثلا لذت بخش ببینه. حالا فرض زندانی، زمان رو چطور میبینه؟ یک روزش یک سال. فقط بر پایه سمت‌یابی از این ساخت اونتولوژیکی با چنین درکی از آن است که میتوان از طریق عدول تقویم وجودی حیات را به نحو پیشین حذف کرد. اینجا داره یه تنهی به دیلتایی میزنه. یعنی حتی اگر شما به دنبال مفهوم حیات هستید، فلسفه حیات هستید، باید بتونید، یعنی باید دازاین براتون طرح باشه. تا دازاین براتون طرح نباشه، به مفهوم اونتولوژیکی حیات هم نمی رسید. هم از حیث اونتیکی و هم از حیث اونتولوژیکی، بینگ این دوود به مثابه دل مشغولی از تقدم برخوردار است. در تحلیل دازاین است که این ساخت تعبیر بنیادی خود را تجربه می کند. ما فقط و فقط در تحلیل دازاینه که می تونیم به یک تحلیل بنیادی از این دل مشغولی انسان در عالم و اهتمامش به عالم پیدا کنیم. در بیرون از دازاین
چی بود اون بیت بیده؟ نه جهانی نیست، جهان خالی است، جهان خالی است. برون ز خیش کجا میروی؟ جهان خالی است. برون چقدر این خوبه. برون ز خیش کجا میروی؟ جهان خالی است. این خوبه. اما آیا تا کنون تعیین این تقویم وجودی منحصراً از طریق بنیانهای سلبی انجام نشده است؟ همیشه فقط میشنویم که این بودن در یا بینگ این که بنا به فرض چنین بنیادین است چه نیست؟ همیشه به وجه سلبی برای ما توصیف شده. اما این غلبه خصلت نمایی سلبی ابداً تصادفی نیست. یعنی توصیفات سلبی که هم وارد داده شده اتفاقی نیستش، بلکه از ویژگی های خاص این پدیده خبر میدهد و از همین رو به معنای اصیل و متناسب با خود پدیده ایجابی است. توصیف پدیدار شناختی Being in the World خصلت پرهیز از هر تحریف و پنهانسازی را دارد، زیرا این پدیدار همیشه پیشا پیش در هر دازاینی به نحوی از آنها دیده می شود. کدوم پدیده رو داره میگه؟ این پدیده پنهان کردن یا تحریف کردن شیوه های دیگر بودن، آن دازاین در نحوه بودنش یک نحوه یا برخی انها از بودن رو آشکار میکنه و این آشکار کردن برخی یا تعدادی از انها به معنای پنهان کردن بی نهایت و بی شمار شیوه های دیگر هم هست. دازاین در ذات خودش یک میل به پنهانکاری داره، پنهان کردن شیوه های دیگر بودن، و این امر اصلا هم یه امر مذمومی نیستش، اصلا یه امر اخلاقی نیستش که بخوایم بگیم این بده یا خوبه. اینها زیرا تا جایی که با هستیش در هر مورد پیشاپیش برای هستی فهمی دازاین گشوده است، تقویمی بنیادی از دازاین را تشکیل می‌دهد. اما این پدیده نیز اغلب همیشه از اساس تحریف یا از حیث اونتولوژیکی به شیوه ناکافی تعبیر شده است. لیکن خود این واقعیت که در جهان بودن به نحوی از آنها دیده می شود اما غالبا تحریف می شود، در هیچ چیز دیگری جز در همین تقویم هستی خود دازاین بنیان ندارد. یعنی در همین توضیح همین عباراتی بود که گفتم، یعنی نحوه بودن دازاین عین همین پنهانکاری و آشکارگیه. یعنی چیزی رو آشکار میکنه، چیزهایی رو پنهان میکنه، و به راستی هم همینطوره دیگه. منی که مثلا سعی میکنم که فلسفه برم بخونم، معلم بشم، یعنی یک چیزهایی رو آشکار کنم، بیشمار چیزهای دیگه پنهان میشه و چیزهایی که میتونستم اونها هم بشوم اونها مخفی میشه، پنهان میشه. و اگر ما به این نکته هم توجه داشته باشیم که در هر آشکارگی یک پنهانی و بلکه بسیار پنهانی ها رخ میده، اون وقت حالا اینجا دارم یه مقدار از خودم میگم. همین آشکارگی وقتی که من بر فرض یک خصلتی از خودم آشکار بکنم، یک نحوه بودن، نه خصلت، بلکه من متعین میشوم در مثلا کنفوکار، خیلی بیشتره. بله، بیشماره. من وقتی که به طور مثلا به مثابه کنفوکار آشکار میشم، بیشمار چیزهای دیگه پنهان میشه. وقتی که در اون آشکارگی، در اون نحوه بودن التفات داشته باشم به بیشمار اموری که پنهان شده، اون وقت یک
خضوع و خشوع هستی شناختی میگیرن. اون چی که این در واقع دازاین رو غره میکنه اون چیزهایی هستش که داره دیگه، و نسبت به اون چی که نداره چیه؟ غافله دیگه. اگر نسبت به اون نداشته هاش التفات داشته باشه دیگه خیلی غره نیست دیگه. گرچه به قول شیخ ابوالحسن نوری میگفت، ببخشید اگه اشتباه میکنم، حالا هر کسی میگو، پیشینیان به آنچه که داشتند غره بودند، امروزیان به آنچه که ندارند غرند. این داشتنها و نداشتنها ما رو خیلی بیشتر دعوت میکنه به سمت این که به خود هستی التفات پیدا کنیم، که هستی چیه که در این داشته ها و نداشته ها هم خودش رو آشکار میکنه. اما غالبا تحریف میشه، در هیچ چیزی دیگری جز در همین تقویم هستی خود دازاین بنیاد ندارد که به اقتضای آن دازاین خودش را و یعنی در جهان هستنش را، بودنش را نیز به نحو اونتولوژیکی در وهله اول بر پایه هستنده و هستی هستنده‌ای می‌فهمد که خودش نیست اما در درون جهان خودش با آن تلاقی می‌کند. یعنی اگر که وقتی به اون امور پنهان و ناظاهر ملتفت میشه، میبینه که خودش دقیقاً خودش رو به مثابه موجودی میفهمه که اینها هست و اینها نیست. این اینها نیست خیلی غلبه داره بر اینها هست، چون ما بی نهایت چیز نیستیم، بسیار محدود چیز هستیم، درسته؟ اون بی نهایت چیز نبودن بیشتر ما رو به خودش دعوت میکنه، بیشتر ما رو میتونه به سمت خودش بکشه. ما بی نهایت چیزها نیستیم و در حال که میتونستیم باشیم، و گویی بودن ما و هستی ما در همین خیره شدن به این ناظاهرهای بیشماره. و ما وقتی خیره میشیم به اون امور ناظاهر، اونجا میتونیم یه مواجهه اصیل داشته باشیم. برای همین آدمایی که خیلی به داشته هاشون اتکا دارن خیلی آدم های اصیلی نیستن. شما یه جایی های دیگه اینجا میبره به صورت فوزیس به طور قبل کسوراتیادی که هم خودش آشکار میکنه هم پنهان میکنه هم روشن میکنه، این ستا رو با هم میگیداره تو فوزیس. آره در حال دید نحوی از فوزیس دیگه، این خود یه بچه از فوزیس دیگه خودش. آره این بگو این وضعیت با خودش آثاری رو میاره و در واقع مقتضی یک سری آثاری هم برای انسان خواهد بود دیگه. یعنی دازاین وقتی که به وجوه ناپیدای و ناظاهر بالقوه خودش ملتفت میشه، یک وضعیت اونتولوژیکی و حتی اونتیکی متفاوتی پیدا میکنه تا با اونی که منحصر بشه فقط در اون. آره انسان هایی که اصیل نیستن، حالا بعدا درباره اصالت و نااصیلی های دیگر صحبت میکنم، فصل خیلی این داشته هاشون رو میبینن و اساسا بیماری زاییده همینه. بیماری زاییده توجه زیاد به داشته هاست، برعکس اون چیزی که ما توی چیزا میگه آ نداشته هاتو میبینی غصه میخوری، آ به داشته هات نگاه کن. اینجا یه چیز دیگه ای داره میگه. یعنی منظور از نداشته ها نه نداشته های نمیدونم اونتیکی، نه اون امکان هایی که بالقوه تو داری، خبر نداره. آره ظاهر نیست برای تو، به اون امکان ها ملتفت شد، بلفل نشده. آره و دازاین در التفات به اون امور ناپیدای ناظاهره که میتونه حضور خودش رو پیش ببره و
به مثابه موجود حاضر خودش رو در خلاف آمده عادت به طلب کام که من، یعنی میخواد بگی در اون چیزی که عادت کردی رو تغییر همان از شما عرفا که هی منو میبرید توی آره همینه میتونیم اینجوری تفسیرش کنیم، از خلاف آمد عادت به طلب کام که من ترک جمعیت از آن کسب جمعیت میگم ترک کسب جمعیت از آن زلف پریشان کرده در اون سنت نیست اصلا. آره دیگه ولی خب الله رسان به نحوی میشه همون نومن تعبیرش کنیم؟ نه 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 این که دازاین میگه پس به داشته ها دلخوش نباش به نداشته هایی که تا الان امکان زور رو نداشتیم. اینا رو ما داریم نتیجه گیری میکنیم ولی الان اینا رو نمیگه، ولی ما میتونیم این نتیجه گیری ها رو بکنیم. ببخشید اگر داستان رو ما ماهیت تغییرش کنیم، مثلا طرف عادله بله و نومن عدالت یه نومنه، بنابراین بگیم طرف عادله به نحوی به نومنش اشاره کردیم، یعنی من فکر کنم داستان یه نوعی نومن بشه تغییرش کنیم. نه نه ادیار توصیف میکنه خب کجا رو بودی؟ مثلا سفر رو گم کرده بی یا سی؟ سی آه خب در خود دازاین و برای او این تقویم هستی همیشه چیزا ما تایمون داره میره این این قسمت اصلی برای فصل تموم شد. آره بذارید برای بعد جلسه بعد، چون اینم بحث مهمیه این پاراگراف، این پاراگراف رو بذارید برای جلسه بعد. ما همینجا تموم کنیم، اگر دوستان